رسول الله صلی الله علیه و سلم آغاز کارش در مدینه منوره وقتی هسته نظام اسلامی را گذاشت از موضوع مواخات بود. دوستا هم اگه در جریان است، چون بحث میلاد است، از یک نکته‌ای که در سیرت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم بسیار بارز ما داریم، مسئله مواخات از اونجا شروع میکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک جامعه پراگنده از همگسیخته هسته نظام اسلامی را گذاشت، اولین چیزی را که نیاز دید همین بود که مواخات را به وجود بیاره و از میان مسلمانان شروع کرد، مسلمانان مهاجر و انصار، بعدش زندگی شهروندی را ایجاد کرد که مسئله میثاق مدینه را به وجود آورد. ما وقتی در یک جامعه زندگی میکنیم باید زندگی با همی داشته باشیم و این زندگی با همی وقتی ایجاد میشه که ما با یک دیگر خود احترام بگذاریم، ما یک دیگر خود را بپذیریم، بلکه ما در جامعه‌ای که اگر میخواهیم جامعه اسلامی ایجاد بکنیم باید ایثارگر در برابر یک دیگر باشیم. در مسئله مواخات دوستای عزیز همه در جریان هستند. گپ به اونجا رسید، ایثارگری به اونجا رسید که حضرت عبدالرحمن ابن عوف که یکی از انصار برادری که با او مواخاتش صورت میگیره، سعد ابن ربیعه است فکر میکنم، و استاد میشه، میگه ما آماده هستم که هر آنچه دارم با برادر خود تقسیم بکنم، حتی تا سرحدی که گفت من دو تا فامیل دارم، دو تا خانم دارم، یکش را شرعاً طلاق میتم و به برادر مهاجرم که به اینجا آمده و هیچ چیز نداره برای از او عدهش تیر شد با او عروسی بکنه. این را میگن ایثارگری. رسول الله صلی الله علیه و سلم او کسانی را که روزهای قبل به خون یک دیگر تشنه بودند ولی برنامه ای را ایجاد کرد که میآیند از همه چیز خود برای برادر خود میگذرند. این ایثارگری را رسول الله صلی الله علیه و سلم در برنامه مواخات ایجاد کرد. من چند نکته را میخوام عرض بکنم در سیره که از برنامه مواخات میگیریم. دوستای عزیز وقتی دوستا را من نمیگیرم، یک نکته، اعتقاد مشترک اساسی ارتباط است. چیزی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم اساس برای ارتباط گذاشت، او اعتقاد به خدای بزرگ بود، لا اله الا الله محمد رسول الله. آیا ای اساس را ما نداریم؟ اعتقاد مشترک را نداریم؟ خدای واحد، پیامبر واحد، قرآن کلام پروردگار، برنامه زندگی واحد برای ما هست. پس ما آماده هستیم برای از اینکه اعتقاد را داریم و این ارتباط را باید تأمین بکنیم. قرآن میگه که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. دوستان شما، ولی شما، دوست شما خداست، پیامبر است، مؤمنین است. ما خدا را هم با خود داریم، پیامبر هم با خود داریم و مؤمنین هم با خود داریم. فقط یک حرکت میخواه که حرکتی را بکنیم که یک دیگر خود را در کنار خود داشته باشیم. نکته دوم، محبت در راه خدا اساسی بنیان جامعه مدنی است. ما اگر میخوایم جامعه مدنی بسازیم که همه پرخاشگری ها را کنار بگذاریم، اساس از این محبت در راه خداست و محبت در راه خدا وقتی ایجاد میشه که ما پیامبرمان را دوست داشته باشیم.
ای ما را آمده محبت خدا را درس داده. خدای محبتش را در قلب ما جایگزین بسازد. این دوستای عزیزی که اینجا آمدن بر مبنای محبت پیامبر آمدن در اینجا جمع شدن صلی الله علیه و سلم، جایی نداره که درود بگوییم. دوستای عزیز، این جامعه مدنی را که ما میسازیم، این محبت که برای ما در دنیا جامعه مدنی میسازه، یک چیزی مهمتر از این را برای ما میسازه. او چی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که عین المتحابون بجلالی اليوم اظلهم في ظل يوم لا ظل الا ظل. حدیث قدسی را که الله عزوجلال در روز قیامت صدا میکنه، اما کسایی که بر مبنای محبت الله و پیامبرش با هم زندگی خود را ساختن، جامعه مدنی ساختن، امروز در میدان حشر باز الله صدا میکنه برش که کجا هستن امونا که بیان در زیر سایه عرش ما قرار بگیرن. خدا در زیر سایه عرشش ما و شما را قرار بده ان شاء الله. نکته سوم، خیرخواهی و خیرخواهی میان برادران. این دین دین نصیحت و خیرخواهی است و این برنامه اخوت برای ما این درس داده که ما در میان یکدیگر خود خیرخواه باشیم. خیرخواه به این معنا که یکدیگر خود نصیحت بکنیم، امر به معروف بکنیم، راه درست را نشانش بدیم، دستش را بگیریم، هدایتش بکنیم، راهنماییش بکنیم، در برابرش ایثارگر باشیم. این را باید ما داشته باشیم. بعد نکته بعدیش که ایثارگر گفتیم که ما باید در برابر یکدیگر خود ایثارگر باشیم، مثل قصه عبدالرحمن را که کردیم. و نکته دیگری را که میخوام عرض بکنم دوستا، ما مختصر که وقت دوستا را نگیرم تمام میکنم گپای خود را. این برنامه برای ما درس، یک درس بسیار مهم دیگری را داره که جامعه ما بسیار ضرورت داره. او چی است؟ از بین بردن تفاوت‌های اقلیمی و قبیلوی. پیامبر نازنین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم با ایجاد این برنامه‌ها خواست که اونمو دیدگاه‌های تعصبی، قبیلوی و پست که وجود داشت در اونجا اونها را همیش را از بین ببره و برنامه ایمانی را ایجاد بکنه و اخوت را ایجاد بکنه. ای اسلام آمده ای گپا را کلش از بیخ کنده برای ما، ولی متاسفانه ما پس آمدیم ای را در میان جامعه خود ایجاد کردیم. دوستای عزیز، اگر می خواهیم که پیامبرگونه زندگی بکنیم، اگر می خواهیم که پیامبرمان را دوست داشته باشیم، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را بیاین کنار بگذاریم. ای را که تو کیستی و مکی هستی، تو پشتون هستی و ای تاجیک هستی و ای ازبک هستی و ای هزاره هستی و ای کی هست، همه بنده خدا و همه امت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که او آمد و بنیاد تمام ای تعصبات را کند و برای ما درس اخوت داد، درس ایثارگری داد، درس همزیستی داد و بالاخر درس مواخاتی که گفتیم اصلی عامل اصلی قوت معنوی در میان جامعه. اگر ما میخواهیم که یک جامعه با معنویت داشته باشیم، جامعه ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم ساخت، یثرب نام داشت. یثرب جایی بود که مرکز خونریزی و خونخاری بود. همه دوستا در جریان است که اوس و خزرج سالها بلکه بیشتر از 100 سال بین خود می جنگیدن و خون یک دیگر تشنه بودن. اما جامعه را ساخت جامعه مدینه منوره، شهری پر نور. اگر می خواهیم که افغانستان پر نور داشته باشیم، افغانستانی که خدا از این ملت راضی باشه و پیامبر هم راضی باشه و زندگی دنیایی ما هم یک جامعه مدنی بسیار نیک داشته باشیم و آخرت هم در زیر عرش پروردگار قرار بگیریم، بیاین مواخات را اساس زندگی خود قرار بدیم. دیگر وقت دوستان را نمیگیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.